فدراسیون فوتبال ایران از بازگشت تیم فوتبال امید به جریان مسابقات فوتبال انتخابی المپیک 2012 لندن خبر میده. به دنبال شکایت فدراسیون فوتبال ایران از فدراسیون فوتبال عراق به دلیل استفاده تیم فوتبال امید اون کشور از بازیکن صغر سنی، فدراسیون ایران میگه به زودی نتیجه هر دو بازی رفت و برگشت تیم‌های امید ایران و عراق به سود تیم ملی ایران تغییر خواهد کرد. پیش از این تیم ملی امید ایران به دلیل استفاده از بازیکن دو اختره در دیدار رفت مقابل عراق به حکم کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا 3-0 بازنده اعلام شد. ایران مدعی است که طی 2 تا 3 روز آینده حکم فدراسیون بین‌المللی فدراسیون فوتبال اعلام میشه و تیم ایران در گروه بی مسابقات فوتبال انتخابی المپیک در قاره آسیا جانشین عراق خواهد شد و بازی اول این گروه بین ایران و ازبکستان تکرار میشه. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از دانمارک روی خط تلفن با ماست. آقای رستم‌پور، ضمن وقت بخیر به شما. در حالی که هر دو تیم المپیک ایران و عراق قوانین انضباطی فیفا و اف سی رو گویا زیر پا گذاشتن، آیا نباید هر دو تیم محروم بشن و بازی‌های این گروه با 3 تیم ازبکستان و امارات و استرالیا برگزار بشه، یا اینکه اف سی و یا فیفا برای محرومیت میزان تخلف رو معیار قرار میده؟ نظر شما چیست؟ الان مسئولین فدراسیون فوتبال ایران هم معتقدند که فقط در بازی رفت تخلف کردن، اما تیم عراق در هر دو بازی رفت و برگشت از بازیکن صغر سنی استفاده کرده. در حقیقت این رویارویی ایران و عراق در رقابت‌های فوتبال مقدماتی المپیک تبدیل شده به نبرد متخلف‌ها و مسئله اینجاست که الان ازبکستان هم نمی‌پذیره این مسئله رو با توجه به اینکه عراق رو شکست داده و اگر قرار باشه تیم دیگری جایگزین بشه قاعدتاً این 3 امتیاز ازبکستان هم حذف میشه و به همین خاطره که به نظر میرسه یک مقدار این مسئله پیشدار شده. از طرفی در نظر داشته باشیم که حتی اگر ایران وارد این مسابقات بشه، حضور تیم قدرتمند ازبکستان، حضور تیم استرالیا، همچنین اماراتی که تونسته در استرالیا یه مساوی بگیره، واقعا کار فوق‌العاده سختیه. و جالب اینجاست که آقای نبی دبیر کل فدراسیون فوتبال اشاره کرده که ما وکیل فرانسوی گرفتیم، همچنین وکیل سوئیسی، و کلی اینجا داره آقای اماری هزینه میشه فقط برای جبران یک اهمالی که در خود فدراسیون رخ داده و الان $10,000 باید هزینه بشه برای وکلای بین‌المللی. نتیجه کار هم که تضمینی توش نیست که حتما ایران رو راه بدن به مرحله گروهی رقابت‌ها یا خیر. صحیح، اما با توجه به این که الان یکی از تیم‌های باشگاهی ایران، سپاهان ایران، هم دقیقاً دچار چنین مشکل مدیریتی یا سوء مدیریت شده به دلیل استفاده از بازیکن دو اختارش دروازه‌بانش، نتیجه بازی رفت و 3-0 به حکم کمیته انضباطی به تیم اسد قطر واگذار کرده، آیا بختی برای این تیم با اون شکایت اعتراضی که الان به اف سی کرده وجود داره؟ ببینید، سپاهان در حقیقت زمانی بازی رو باخت که یک مجموعه رفت و مجموعه جدیدی مدیریت باشگاه رو بر عهده گرفت و رقابت‌های سپاهان تحت شعاع رقابت این دو تیم مدیریتی قرار گرفت که همدیگر رو دائما دارن متهم میکنن و اوج این جدال در حقیقت برنامه دیشب 90 بود که واقعا تأسف آور بود اینکه یک مدیرعاملی، یک مسئولی یا عضو هیئت مدیره بیاد روی خط تیم قبلی رو متهم کنه به اینکه از پول باشگاه گوسفند خریداری کردن و اونا بیان روی خط جواب بدن که ما این گوسفندا رو در واقع قربونی کردیم و نظری دادیم، یا اینکه بگن که این پول باشگاه هزینه خریدن چند میلیون تومان بستنی شده و این اتهامات واقعا تأسف آور. 11 میلیارد هم بدهی روی دست باشگاه مونده و این تیم الان با اون وضعیت از جام باشگاه آسیا حذف شده و فوق العاده این وسط فقط باشگاه متضرر میشه و هوادار این تیم. جالبه که تیم قبلی تیم جدید رو متهم میکنه به اینکه فوتبالی نیستن، اما ما خب به هر حال خود آقای محمد رضا ساکت هم از وزارت دفاع به عنوان یک نظامی وارد فوتبال شد و اصولا جنگ مدیران نظامی و سیاسی در باشگاهی که موفق ترین باشگاه فوتبال ایران در 10 سال اخیر بوده. البته امروز ما شاهد یه استعفای دیگه هم بودیم، استعفا از سوی آقای رویانیان که مدیر عامل پرسپولیس از مدیر عاملی شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور استفاده داد. این رو چگونه ارزیابی میکنید؟ ببینید، این خیلی جالب بود امروز، چون فکر میکنم علاقمندان فوتبال و مخاطبین رسانه‌ها برای اولین بار شاید حتی چنین اسمی رو شنیدند، شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور. اصلا کمتر کسی میدونست که آقای رویانیان یک همچین مسئولیتی هم داشته و از اونجا استعفا داده و شاید به زعم خودش این استعفا به تیم پرسپولیس کمک کنه، اما از نگاه هواداران و اهالی فوتبال اینطور به نظر نمیرسه، چه با حضور ایشون در اون شرکت مادر تخصصی چه با استعفای ایشون از اونجا.
گویا پیش بینی میشد که شاید آقای رویانیان و یا هیئت مدیره پرسپولیس دچار تغییر و ترمیم بشه، این احتمال وجود داره؟ ببینید الان اتفاقاتی که تو فوتبال ما داره رخ میده نشون میده که هر لحظه هر اتفاقی محتمله، کسی بره کسی بیاد، یک مجموعه جا به جا بشه، امتیاز تیمی به شهرستان واگذار بشه و دور از ذهن نیست هر اتفاقی هر روز در این فوتبال ممکنه رخ بده. به عنوان آخرین سوال، بازی ایران در واقع ایران و فلسطین فردا، بازی تیم ملی فوتبال ایران سوژه داغ خبرهای فوتبال ایران شده. خیلی از کارشناسا سوالشون این هستش که چرا ایران باید برای آماده سازی خودش در راه جام جهانی با یه همچین تیم درجه 3 و 4 بازی کنه. ببینید نکته اینجاست که حتی تیم فلسطین هم در ابتدا قرار نبود بیاد، یعنی در لحظات آخر این تیم رضایت داد بیاد با ایران بازی کنه در این شرایط. حالا شما اگر مروری بکنید به مصاحبه های مسئولین فدراسیون فوتبال در 5 و 6 ماه گذشته، دائما صحبت از این بوده که با ایتالیا داریم مذاکره میکنیم، فدراسیون فوتبال اسپانیا فردا قرار جواب بده، فدراسیون فوتبال آرژانتین در آستانه توافق هستیم، سفارتمون هم داره اونجا خیلی تلاش میکنه، اما در نهایت فلسطین در واقع رضایت داد که بیاد و به قول بازیکنای تیم ملی همین که قرار نیست بازیکن‌ها کاور زرد و قرمز بپوشن و با هم مسابقه بدن خودش نکته مثبتیه. به هر حال آقای مادی در نظر داشته باشیم که همین پریروز رقابت‌های کانوپولوی قهرمانی آسیا در ایران برگزار شد. مسابقات قهرمانی آسیا بود ولی هیچ تیمی نیومد با تیم بانوان ایران مسابقه بده و ایران قهرمان شد بدون مسابقه و تیم دوم و سوم هم نداشتیم، یعنی حتی یک رقابت رسمی هم در ایران الان می‌بینیم که با استقبال تیم‌های خارجی مواجه نمیشه و فوتبال هم از این قاعده مستثنا نیست، ولی این امیدواری هست که به هر حال با حضور تیم ملی فوتبال در مراحل بعدی رقبای بهتری برای آزمون تدارکاتی این تیم انتخاب بشن. متشکرم، با سپاس از مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی که از دانمارک با ما گفتگو کرد.